36 سال پس از آغاز طولانی ترین جنگ متعارف قرن بیستم، کهنه سربازانی از هوا نیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران مقاطع مهمی از این نبرد 8 ساله را روایت می کنند. روایتی که حاصل 2 سال تحقیق و پژوهش مستمر با هدف دستیابی به اشخاص و تصاویری قابل اتکا برای ارائه به نسل هایی است که این دوران را نزیستند. فرق آت هستم، دو تا از دو پرنده های دشمن در ایگاه هستش، بچه ها در تقیب شو هستم در کنار فرق سلا میگرفتی جواب ده. آره من هم ببینم بشون میرم جوره برای چیک کردم، حالا من رو داشته باشم من داره پشت برم نیم برو سلا ببینش برای سلا برم من بگیره به چپ بزن بی پیش راست برو کانتینی رو تو بیتونی بزنی سلا ببین جلوتر راجر ما یکم کم میکنیم سمت راستمون روی ارتفاعات دود توپخانه هست دیدبان شل کرده داود نجفی بگو داود جان فرمیشن اوکیه داود اصد روی لکشتو ترازیلی رو بکنه گرفتم به چپ گرفتم به چپ راجر من رد شلی کنم آیا در را بیش از 1 ماه از آغاز جنگ می گذشت. مقاومت دلیرانه نیروهای مردمی و نظامی در مقابل با هجوم دشمن محاسبات ارتش عراق را به هم ریخته بود. ما از شروع جنگ ایران و عراق یعنی در 1 ماه گذشته به این منطقه اومدیم، تونستیم عملیاتی رو در منطقه انجام بدیم و تا کنون تعداد زیادی از تانکاشون از بین ببریم و تعداد نفرات بسیار زیادی در حدود 2000 تا 2000 خورده این نفراتشون. در جبهه‌های غرب به ویژه سرپل ذهاب نیروهای عراق زمینگیر شده بودند و با وجود مقاومت هوانیروز و نیروهای زمینی عراق عملاً امکان پیشروی در این جبهه‌ها را از دست داده بود. این نویدم بهشان بدم از طرف کلیه خلبان ها که اطمینان داشته باشم تا آخرین قطره خونمان در برابر اونا خودمان سپر بلا خواهیم کرد و این اطمینان من از طرف چه از طرف خلبانان و چه از طرف نیروهای مسلح به تمام ملت ایران میده. به نظر خیلی از متفکرین نظامی و حتی طراحانی که در به هر حال غرب یا خود عراق بودند گفته می شود که طراحان و کارشناسان نظامی عراق هوانیروز رو در محاسبات خودشون ندیده بودند. خب ببینین با تجربه که در هوانیروز بود بلافاصله میبینین که بالگردها در طول کمتر از ساعت به مناطق پراکندگی اعزام میشن و در بقیه پایگاه ما هم همینطوری. روحیه خلبانای ما به حدی بالاست، اونقدر بالاست که در هر شرایطی و در هر محلی اینا میتونن دشمن رو نابود کنن تا سرحدی که اصلا نتونن تکون بخورن. در چنین وضعیتی نیروهای متجاوز عراقی پس از ناامیدی از جبهه غرب تمرکز خود را بر اشغال آبادان و خرمشهر در جبهه جنوبی جنگ معطوف کردند. در منطقه جنوب در اهواز و خرمشهر وضعیت به اون خوبی که در اونجا مشاهده می‌شد یعنی به اون استحکام مقابله هم دیگه نرسید. حملات برای گرفتن خرمشهر شدت پیدا کرد. بینندگان عزیز، من از خونین شهر با شما صحبت میکنم، شهری که مردم دلاورش دوش به دوش برادران سرباز و پاسدار ما از وجب به وجب خاک مقدس ایران زمین در این خطه از کشورمون دفاع. در چنین شرایطی اعزام نیرو به آبادان و خرمشهر از طریق راه‌های زمینی بسیار دشوار شده بود. نیروها از طریق لنج در سربندر، در بندر امام، در ماشر سوار لنج می‌شدند،
هاورکرافت های نیرو هوایی بودن، اینها بایستی حرکت میکردن آبراه هرمزا رو که چیز حدود 35 تا 40 کیلومتر میرفتن تا انتها به ورودی این آبراه میرسیدن، از اونجا میرفتن سواحل رو میگرفتن تا میرسیدن به ورودی بهمنشیر که برن خودشون برسونن به آبادان، حتما یک 24 ساعت طول بکشید، اونم در خطر نیروی هوایی عراق که بالا سرش بود. بنابراین بهترین وسیله و راحت‌ترین وسیله و مطمئن‌ترین وسیله هلیکوپترهای شنوک هوانیروز بودن که از این ور نیروها رو می‌بردن در اون آبادان پیاده می‌کردن و از اون ور هم تمام زخمی‌ها و نیروهای مردمی رو که می‌واسید خارج می‌شدند از ور با خودشون خارج می‌کردن می‌بردن در ماهشهر پیاده می‌کردن. ما درست می رفتیم ماهشهر و می رفتیم نزدیک های ماهشهر، بچه های تکاور رو سوار می کردیم با مهمات و می آوردیم خسرو آباد آبادان پیاده شون می کردیم، اینا از راه رودخونه می اومدن تو آبادان و شبا هم می رفتن تو خرمشهر به نیروها مهمات و اینا می رسوندن. در منطقه آبادان ما دو تا تیم داشتیم، یکی در سلاحی یکی هم در استادیوم ورزشی ماهشهر، چه نیروهای ارتش و چه نیروهای سپاه پاسداران و چه نیروهای مردمی که میبایست اینها برن در شهر خرمشهر و در آبادان مستقر بشن برای سد پیشروی نیروهای عراقی، توسط این هلیکوپترها ترابری میشدن. همزمان با جابجایی نیروها و مهمات توسط بالگردهای 214 شنود، هوانیروز حضور نیروهای رزمی خود که به بالگردهای کبرا مجهز بودند را در اغلب محورهای جنوب تقویت می‌کرد. در تاریخ 6-7 هم یک تیم آتش سنگین به لیدری سوتوان یکم سیف الله عامری از دسفول جدا میشه که این تیم در بعد از ظهر حرکت میکنه، از دسفورد میاد در سلاحی آبادان به طرف ماهشهر سمت راست، در اونجا یک توپخانه ارتش ایران بود که احتمالاً تعداد زیادی هم کاتیوشا در اونجا بود، میره در کنار اونجا مستقر میشه. به من و جناب رضامند ماموریت دادن، گفتم شما برای کمک به بچهای آبادان برید برای آبادان و در اونجا عملیاتو ادامه بدید. حتی محل استقرار بچه‌ها هم اونجا نمیدونستن کجاست، دقیقاً نمیتونستن به ما بگن. یک هلیکوپتر کبرا رو دیدیم که داره به سمت جنوب آبادان پرواز میکنه، ما هم به اون تعقیب کردیم و توی منطقه مستقر شدیم. هلیکوپتر که مینشست مهمات رو تخلیه میکرد، مردم هجوم می آوردن برای سوار شدن. ترجیحاً ما اول کودکان و زنا و بچه‌ها و اینا رو تخلیه می‌کردیم. زن و بچه و پیر مرد و یه دوچرخه دستشون بود. من بارها اینا رو عیناً دیدم. یه بخچه آویزون کرده بودن به دوچرخه، یعنی وسیله حملشون دوچرخه و 3-4 تا بخچه و زن و بچه 7-8-10 نفر. هنوز خرمشهر سقوط نکرده. کار اصلی 242 اوشونو اینه که زن و بچه‌هایی که از خرمشهر تو درگیری الان اینا رو نجات بدیم ببریم به سمت ماهشهر یا حداقل بیاریم به سمت سرایی شادگان، اونجاها پیاده کنیم اونایی که مشکل دارن. ساکنان سرگردان شهرها و روستاهای مرزی که به دنبال وسیله‌ای برای رسیدن به مناطق امن بودند به بالگردهای هوانیروز پناه می‌آوردند. خلبانان هوانیروز نیز به دلیل شرایط خاص آن روزها بسیار فراتر از استانداردهای پروازی خود به مردم کمک می‌کردند. چون آبادان در محاصره بود، مردم به هر عنوان سعی می‌کردند که از منطقه خارج بشن. مردم به صورت انبوه می‌اومدن برای سوار شدن و می‌دونستن که آخرین رایدی که ما دم غروب هست برمیگردیم دیگه نمیایم. بنابراین کسانی که به منطقه جزیره مینو رسیده بودن سعی می‌کردن حد اکثر با همین پرواز از منطقه خارج بشن. هلیکوپترشون 43 نفر میتونه صندلی داشته باشه و سوار کنه. بر این اساس ما در منطقه معطل شدیم، نمیتونستیم بلند بشیم به علت اضافه وزن تا یه عده‌ای رو متقاعد کنیم که پیاده بشن. نهایتاً به شب خوردیم. ما بالای اسکله
چرخ میزدیم و میدونستیم که الان اسکله زیر پامونه، ولی جایی رو نمیدیدیم که بتونیم فرود بیاییم. خوشبختانه یکی از افسران نیروی دریایی با ماشین دوتا چراغ زد، ما از همین نور چراغ استفاده کردیم، منطقه رو زیر نظر گرفتیم و فرود اومدیم. وقتی شمردیم 121 نفر از هلیکوپتر پیاده شدن، که خب باز نیاز منطقه بود و چاره جز این نبود. بخش عمده از نیروهای گردان 153 لشکر 77 خراسان به فرماندهی کهتری که امیر شدن بعدن، سرهنگ کهتری رو این هلیکوپترهای شونو که همون روز بود که در آبادان پیاده کرد. مهمات، نیرو و همچنین بخش عمده ای از واحدهای سپاه پاسداران و واحدهای مردمی رو همون روز در آبادان پیاده کرد و در دو نقطه من در آبادان پیاده میکنم، یکی در منطقه چوبده بود، یکی هم در منطقه خسرو آباد بود. همزمان با تلاش ارتش عراق برای تکمیل محاصره آبادان، پیشروی آنها برای رسیدن به اهواز باید شهرهای سوسنگرد، هویزه و بستان نیز تصرف میشد. وسعت تهاجم و جابجایی متجاوزان عراق به گونه ای بود که خلبانان هوانیروز روزانه چندین نوبت حتی در پروازهای شناسایی نیز با آنها درگیر می شدند. خب یکی از این ماموریت ما دادن که ما بریم طرف سوسنگرد. یه تیم آتش سنگین از زمین کنده شدیم، لیدرش من بودم، دو تا کبرا پشت سرم بود، یه 214 مون ریسکیو. ما از شهر اهواز عبور کردیم، رفتیم، رسیدیم به ابتدای جاده حمیدیه سوسنگرد بستان. حمیدیه رو که عبور دادیم، رفتیم جلوتر، دیگه اینجا آرایش تاکتیکی گرفتیم. من جلو بودم، یه کبرا سمت راست، یه کبرا سمت چپ، یه کبرا پشت سر با فاصله زیاد. وقتی که ما می‌رفتیم، معمولا با رادیو اف ام صحبت می‌کردیم. همین که صحبت می‌کردیم، دیدیم که یه نفر ترک زبان، آذری زبان اومد توی بیسیم ما. گفت آره من صداتون رو دارم، صدای هلیکوپتراتون رو میشنوم، هوارونزی هستین؟ گفتیم آره. ما هم از لهجه کلامش و از این حال هوای جنگ خودمون داشتیم و بحث ایثار و فداکاری و تقریبا اعتماد به همه، خودمون نظامی ها و بسیجی و بچه های مردم، اصلا به این اعتماد کردیم که این نفر خودیه، در حالی که اصلا نباید اعتماد میکردیم. یک رادیو بیگانه است اومده تو رادیو ما، گفت که ابراهیم میگه که من نزدیک بستان هستم، اینجا تانک های عراقی اومدن، ما شهیدم با اینها درگیر هستیم، نیاز به پشتیبانی آتش داریم، نیاز به شماها داریم. اگه به نظر به سلامی دونیم برای ما که فرق نمیکنه که حالا چه دو بهردان باشه، چه سوسنگرد باشه، چه کوه الکبر باشه، بریم سراغ اینا، مثل اینکه آدم خوبیه. همینجوری گفتیم باشه بریم. آقا لیدر تیمو به جنگ که طرف سوسنگرد، جنوب سوسنگرد بریم، سمت راست گرفتیم، اومدیم سمت راست کرخه و رفتیم به طرف سوسنگرد. رفتیم و گفت شما رو دارم اتون، یعنی ما رو دقیقاً تو دید داشت داره. رفتیم و به ما گره داد، گفت که در این نقطه پشت این نخلا نیروی عراقی هستن. رفتیم جلوتر، عجب تانک های عراقی زیاد، شروع کرد به اینا زدن. میرفتیم دو تا راکت میزدیم، دوره برمیگشتیم، دوره باز دقت تیر میکردیم، دوره باز چهار تا راکت میزدیم، دوره مثلا موشک تاو میرفت یه دونه میزد، دوره باز میومد یه هدف دیگه میگرفت باز میزد. یعنی همینجوری ما تو هر پرواز میرفتیم جلو و برمیگشتیم. خب اینو زمان زیادی به طول کشید، اینم مدام داشت به ما گرایی میداد و صحبت میکرد و ما اونو دلداری میداد، هم اون تفریح ما رو دلداری میداد. بعدش هم دیدیم صداش قطع شد و اصلا هر چی صداش زدیم گفت داداش رفیق عزیز کی هستی بودی یه چی صداش دیگه نمیاد، قطع شد. برگشتنی ماها ضمن اینکه خب خیلی ناراحت بودیم از اینکه میدیدیم مردم بستان، مردم شمال سوسنگرد همه افتادن توی این دشت، دارن پیاده میان با وسیله، با زنبیل، بچه کودشون، خیلی ناراحت بودیم. ولی صحبت این برادر که با ما تماس گرفته بود، با اون لهجه آذریش و با اون حرارت و با اون احساسات که با ما صحبت کرد و صدایی که ناگهان قطع شد و دیگر نیامد، اصلا ما خیلی ناراحت شدیم. همجا انداختیم روی جاده سوسنگرد به طرف اهواز که میدیم، سکوت مطلق، اصلا کسی حرف نمیزد. یکی از بچه ها گفت که راستی داود به نظر این کی بود؟ داودم گفت والا من چی بگم؟ بعد من یه وقتی چی تو ذهنم رسید، گفتم که این هم بسیجی بود، هم سپاهی بود، هم چی بود. اصلا به نظر من صدا خود شهر بستان بود که در آخرین لحظاتش ما فرزندانش رو بیاری طلبیده بود و ما رفتیم کمکش.
درگیری ها در تمام محورهای خوزستان ادامه داشت، اما حجم آتش متجاوزان عراقی کماکان در منطقه خرمشهر و آبادان سنگین تر از سایر مناطق بود. یک تصمیم در ستاد مشترک گرفته شد در اونجا که باید اینا یک کاری بکنن، روحیه ارتش عراق ضعیف بشه، اگر بشه از حمله به سمت خرمشهر به اصطلاح منصرف بشه یا نگهداری بشه، پس ما در یه جای دیگر جبهه درگیرش بکنیم. یکی از این عملیات ها در شمال آبادان انجام گرفت، اگرچه هنوز نیروهای چندانی برای انجام این گونه عملیات ها در مقابل نیروهای مهاجم وجود نداشت. یه عملیاتی ما انجام دادیم به نام فرماندهی کل قوا، تیر مستقیم تانک زد، ملخ اصلی ما رو برد. هلیکوپتر روی دشت آبادان توی این رملا به شدت خورد زمین، دست نمیدم چپ من راست من شکست. جواد توی دوربین بود و موشکم در راه بود، به شدت که خوردیم زمین این زیر گونش خورده بود به دوربین، شکستگی داشت، زخم شدید داشت، بیهوش و روی سایت موشک افتاده بود. تصور من بر این بود که این گلوله مستقیم خورده تو قلبش و کشته شده، غافل از این که این بیهوشه و زنده است. یک 214 اومد به صورت پریکاشن لندی، خیلی یعنی یک ماموریت نشستن خیلی سریع، و جناب نارنجی و جناب نجات غرق در خون آوردن، پیاده کردن و سریع منتقل کردن به بیمارستانهای مد نظر. معلوم بود برای کسانی که عملیات برنامه‌ریزی میکنن با اون ترکیب نیروها نتیجه خیلی به اصطلاح درخشانی در این مقطع در این منطقه نخواهد داشت، ولی من اینو به عنوان هدف فرعی این عملیات تصور میکنم. هدف اصلی که کاهش فشار در ناحیه جنوب بود اینجا تا حدودی حاصل شد، یعنی عراق متوجه شد که اونطوری که فکر میکرده مقابل شیشکست نیست، همچین چیزی وجود نداره. بنابراین عمده کار هوانیروز در یک ماه دو ماه اول جنگ که به سه ماه هم اول هم کشیده شد، تثبیت نیروهای عراقی در منطقه دشت اهواز بود، دشت جنوب غرب و غرب اهواز بود. خب عراقی ها نیامده بودن که در بستان 22 روز در بستان بمونن. که هوانیروز تا یک ماه پشتیبانی تدارکاتی نیروهای معدودی که شجاعانه از خرمشهر دفاع می کردن را بر عهده داشت، اما پس از 34 روز نبرد نابرابر بخش بزرگی از شهر به تصرف عراق درآمد. خرمشهر رو نتونست به راحتی بگیره، چون خود عراقی ها گفته بودن که ما هدف ما این بود که ما خرمشهر رو دور بزنیم، بیایم از کارون عبور کنیم. هدف ما بندر شاپور بود، بندر ماهشهر بود. ما نیامده بودیم که در خرمشهر 34 روز زمینگیر بشیم. در خرمشهر در حقیقت عراق جنگ رو باخت. 34 روز از نظر ما مقاومت و ایثار بود، ولی از نظر دو تا چارت های نظامی یعنی باختن جنگ. یک لشکر، بعد خودش میگه دوره همین افسر اطلاعات ارتش عراق که همون سامرایی باشه، میگه ما سرانجام با یک لشکر زرهی و با تعدادی تیپ های به حساب احتیاط خودمون و بمباران شدید و گوله باران شدید تونستیم ما خرمشهر رو بگیریم. من خودم دیدم رو اون پل ورودی از شلمچه به خرمشهر تانک چیفتن واسده بود، لولش مثل گل واس شده بود از بس که پشت سر هم تیراندازی کرده بودن. ولی خب نیروی پدافند، نیروی مدافع به نسبت نیروی آفندی و نیروی حمله ور اصلا قابل مقایسه نبود. مثلا بعد از تصرف خرمشهر توسط عراقی‌ها و محاصره کامل آبادان، تنها راه دسترسی ما به آبادان از طریق دریا بود. از ماهشهر پرواز می‌کردیم، ارتفاع فوق‌العاده کم، زیر 10 پا، یعنی چند تا هلیکوپتر چرخاشون حتی خورد به زمین، به آب. به آبادان مهمات می‌بردیم برای نیروهایی که اونجا بودن، آذوقه می‌بردیم، غذا می‌بردیم براشون، و در بازگشت مردمی که اونجا گیر کرده بودن نتونسته بودن فرار کنن، تخلیه می‌کردیم به ماهشهر. عراق تصرف خرمشهر و محاصره آبادان را مهمترین پیروزی خود در جنگ می‌دانست.
در جبهه های غرب اما وضعیت به نفع ایران تغییر پیدا کرده بود. درست 7 ماه پس از آغاز جنگ در منطقه سرپل ذهاب عملیاتی به منظور بازپسگیری ارتفاعات بازی دراز شروع شده بود. در این عملیات پس از 1 هفته نبرد سخت و با اتکا به تیم‌های آتش هوانیروز که فرماندهی آنها را خلبان اکبر شیرودی بر عهده داشت، ارتفاعات بازی دراز به تصرف نیروهای ایرانی درآمد و یکی از اولین شکست‌های جنگ را نصیب ارتش عراق کرد. من الان از منطقه غرب برمیگشتم. جاتون خالی آتش بازی خیلی خوبی بود و یه مقدار فرسی‌ها سرکوب شدن و چند تای تانک امروز شکار کردیم. در غرب کشور هستیم و در جمع دلاوران هواپیمایی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران هوانیروز. شما از قهرمانی های این برادران در طول هفته‌های گذشته و طی درگیری های اخیر در منطقه غرب و جنوب کشور اطلاع پیدا کردید. ضربه های خوبی بود که به این دشمن مزدورمون زدیم و امیدوار هستیم که بعد از این هم بتونیم این ضربامون رو ادامه بدیم به امید خدا و تا قلب عراق پیش بریم و مردم مسلمان عراق رو از زیر بار ظلم این مزدور صدام نجات بدیم. در روز 8 اردیبهشت و در پایان عملیات بالگرد خلبان شیرودی مورد اصابت گلوله مستقیم دشمن قرار گرفت. با شهادت خلبان شیرودی، هوانیروز یکی دیگر از نام‌آورترین خلبانان خود را از دست داد. پیروزی بازی دراز فرماندهان جنگ را بران داشت تا با اعتماد به نفس بیشتر به دنبال آغاز عملیات بزرگتری باشند. از نگاه آنان پایان دادن به محاصره آبادان هم به دلایل تبلیغاتی و هم راه بردی بهترین نقطه شروع برای برخورد قاطعانه تری با متجاوزان عراق بود. در اولین قدم وظیفه شناسایی قرارگاه های دشمن را هوانیروز به عهده گرفت. در این پروازهای شناسایی گریزی از رزم و درگیری نبود. در یکی از این روزا سرهنگ جلالی به من گفت که نه ما، نه لشکر، نه بچه های سپاه و بسیج هیچ گونه اطلاعاتی از غرب رودخونه کارون نداریم. چه باید کرد؟ گفتم هیچ، بسیار ساده است. یک تیم آتش میخواد و مهیای جستجو کردن و پیدا کردن اطلاعات میشیم. آقای نجات تقی مثلا موشک زنش آقای مقدمی بود و من با آقای باقری بودم. آقای جند رزمی هم خلبان رسکیو ما بود. عراق اومده بود از قسمت غرب به شرق جاده زده بود، از قسمت بالای خرمشهر به ترتیب اومده بود بالای آبادان، اومد رسید به پل تا رودخانه کارون. یه پلی زده به نام پل مارد معروف بود در اونجا. جلوش هم قشنگ پدافند گذاشته بود و خیلی هم پدافند بسیار زیاد اونجا گذاشته بود. از دوای میزد، نمیدونم از این چیزا میزدن، یه گلوهای داشته میان در سطح زمین، نزدیک زمین منفجر میشد، برای هلیکوپتر زمانی بهش میگن، اونجا منفجر میشد که ما رو از بین ببرن. گفتیم بریم از پشت بیام حمله کنیم، حالا که از جلو امروز نمیتونیم، بریم از پشت بیام حمله کنیم. ما زمان گرفتیم، هم که مثلا 3-4 دقیقه به طرف نورس رفتیم، خیلی با سرعت خیلی زیاد. از اونجا یواش اومدیم به طرف وست، به طرف غرب رفتیم. در یک لحظه اومدیم سفروند، اومدیم پایین، آهسته آهسته چسبیده به زمین. غرب رودخانه کارون شروع کردیم به پرواز سینمال. دیدم آره، زیر پاما پر از تانکه. ناگاه خود ناخواسته اصلا یهو این 2-3 دقیقه پرواز کردیم، رفتیم بالا سر نیروی عراقی. اصلا ما در یک لحظه خودم پیدا کردم، سرعتم کم دیگه تمام عراقیان. حالا این عراقی ها با تفنگ کلاشینکوف دستشون دور تانکا، منم دور اینا دارم پرواز میکنم. گفتم رضا برو تو دوربین، اتک ردی فایر بهش دادم. دیگه دوروبر تانک بود، نمیدونم ضد هوایی بود، فرد چی بود دوروبر اون، از این ماشینا تویوتا خیلی بود، تویوتا کوچیک، اونا رو خیلی زدیم. اینا هرگز تصور نمیکردن که ما به اینها نزدیک بشیم. ولی آنچه که از نفر بر زرهی، توپ، تانک، خودرو، لودر، بولدیزر، جیب، آب یا تانک سوخت، هر چه اونجا بود، حتی با توپ 20 متری، راکت و موشک ما اینجا رو زدیم. در اینجا آقای نجات آقا من میشینم. گفتم اسمش آقای ناصره، خیلی خلبان قهار، از اون لیدره پرواز بسیار خوب، با آقای مقدمی. گفتم من میشینم. گفت ناصر خطرناکه. گفتم هوای منو داشته باش. و سری نشستم به مقدمی، گفتم لایت اسکید فول آر پی ام باش، حواست به من باشه. گفتم محمود من رفتم پایین، 214 بگو نزدیک من بیاد.
رفتم پایین، یکی دو تا تفنگ کلاشینکوف از خود عراقی گرفتم. تعدادی رو من یه چیزی نزدیک 14 نفر بود اسیر کردم. بچه 214 هم گفتم تفنگاتون آماده باشه، مبادا تو هلیکوپتر اینا از خودشون حرکتی نشون بدن، کاری بکنن که اتفاق ناگواری رخ بده. آقای جنرال رزمی بلند کردن بلند شو ببینید، داشتیم میرفتیم دیدیم که اومدن پایین نشستن. گفتم آقای جنرال این زد دوایی میتونه بلند کنه؟ اونجا زد دوایی ما نداریم، تو ماشر ما زد دوایی نداشتیم، ما چون ما یگان رفتیم خود خود گوا بودیم، زد دوایی نمیتونیم اونجا ببریم. گفت این زد دوایی خیلی سنگین. گفتم میتونی اسلینگش کنی؟ اسلینگش حالا دوشان گفتم اسلینگ برای ببریم. این اولین سر نخ و سر پلی بود برای اطلاعات مفید برای اجرای عملیات شکست حصر آبادان. به همین صورت مدت‌ها ماموریت‌های هوانی روز مداوم در تمام طول لجمن دشمن ادامه داشت، تا اینکه قرار بر این شد که حصر آبادان شکسته بشه و عملیات سامن الامه شروع بشه. قرار شد یک منطقه به وسعت 15 تا 20 کیلومتر در حاشیه رودخانه کارون از شمال به سمت جنوب پاکسازی بشه و گرفته بشه. در این محدوده پلی بود که از مهمترین راه‌های مواصلاتی عراق به شمار می‌رفت. مأموریت انتقال مهمات برای تخریب شبانی این پل به هوانیروز واگذار شد. یه بریف برام گذاشتن، یه اتاق کوچیکی بود، یه تخت سیاهی بود و خدا رحمتشون کنه شهید حسین خرازی، ایشون درخواست هلیکوپتر کرده بودن. خب در منطقه‌ای که با آقای خرازی صحبت شد گفتن که ما نظر داریم پل مارد و شبانه منفجر کنیم. گفتیم به چه صورت؟ گفتن که هلیکوپتر در واقع یه قایق استینگ کنه، توش پر تی ان تی بشه، 4 تا بچه‌ی سپاه بیان شبانه در این قایق به سمت پل که رسیدن پل رو در واقع منفجرش کنن. این زمانی بود که دیگه منطقه رو کارون و آبش رو منحرف کرده بودن به سمت عراقی‌ها که منطقه شده بود این دریا. برای اونها کار مشکلی بود که در واقع چجوری برن، چجوری تینتی ها برن. بعد از ظهری بود به سمت منطقه حرکت کردیم، جایی که خودشون مد نظرشون بود این در نظر گرفتن، به صورت هاور ایستادن و قایق انداختن رو آب و اون تی ان تی ها رو سریعا از تو هلیکوپتر منتقل میکردن به داخل قایق و نفراتشون هم پیاده شده بودن. در همین حال که خب این زمان طول کشید، عراق متوجه شد از سمت غرب، شروع کرد به سمت من تیراندازی کردن. حالا تیراندازیش چی بود؟ من فقط نقاطی دورم میدیدم تو آب که چیزی پرتاب میکنن تو آب میره. دیدم که اینا یک جای دیدبان دارن و دارن ترسیه تیر میکنن، داره گلدای توپخانه شون هی نزدیکتر میشه به هلیکوپتر 214 ما. بعد آقای پارسی اعلام کردن، گفتم داوود اینا دیدبان دارن، توپخانه داره ترسیه تیر میده، داره سمت تو میاد، چون شما ثابت هستی من میرم جلو درگیرشم که به من شلیک بکنن. خب ارتفاع خیلی پایین رو آب، به محضی که آب تمام شد، جاده در واقع جاده تمام شد، عراقی ها ما وسط عراقی ها ناخودآگاه اومدیم پایین. شاید بگم به یک دقیقه نرسید که من این قائل رسیده بودم روی این یگان، دیدم آقای پارسی گفت من رسیدم، گفت متی من رسیدم بهت، اومد رفت وسط یگان عراقی نشست. ایشون از یه طرف عراقی ها رو میزد، از اون طرف هم دید که مجدد در واقع من رو زمین هستم، منو میخواست کاور کنه که برای من مشکلی پیش نیاد. خب یه چیز فراموش کردم بگم، کروچیف من همزمان که تیر اندازی شد بدون اینکه به من بگه اقدام کرد با یه جسه قنداق کوتاه که دوتا خشاب با مسکین تیپ برعکس زده بود که راحت باشه. ایشون تیر اندازی میکنه، بعد داخل هلیکوپتر از سمت چپ پوکش خورد به هلمت من. من تنها کاری که کردم دستم رو کشتم رو هلمت، دیدم نه سرم طوری نشده، پاور کشتم که از نقطه جا به جا بشم، به هوای اینکه از بیرون منو زدن. کروچیف هم میفته پایین، میفته پایین و بعد بچه ها گفتن کروچیفت افتاد پایین و دوباره چرخیدم نشستم زمین، دیدم عراقی ها اینو بغلش کردن، از دخیل خمینی وارد هلیکوپتر شده. یعنی انقدر روب و وحشت براشون زیاد بود، شرطشون خیلی حاد بود که ترجیح دادن این کروچیف رو بغل کنن با سلاح بیان داخل هلیکوپتر و اسیر بشن.
به مرحله رسید که توپخانه عراق دو سه تا توپ به یگان خودش شلیک کرد که ما را اونجا فراری بده. باور کنید اگه یک نفر یه پاراجه برمی داشت مینداخت به ملخ من، میخواد من میافتادم. اما به لطف خدا این همه اسلحه دستش بود، یک نفر با اسلحه هم به من شلیک نکرد، شادم کرد به من نخورد. تیک آف کردیم با سرعت خیلی زیادی برگشتیم که رو هوا متوجه شدم کروشیف شرایطش مساعد نیست، اصلا هم رو بغل عراقی هست. که به آقای مدرس گفتم که مهدی جون شرایط داخل هلیکوپتر به مراتب حادتر از اون لحظه است. چرا؟ اینها از ترس متوجه نیستن. الان من اگر هوشیار باشم یا من اگر باشم اصلا هر ور میدنم پشت سر خلابا میزنم میگم بعد اگر آقای داوود پارسی احساس میکنه نکنه بگیرن این اسلحه رو بکشن آقا یک مرتبه اسلحه بگیرن سمت اینا هلیکوپتر بردارن به سمت عراق ببرن. برگشت گفتش که اینا یکم شرایطشون نرمال نیست، خطرناکه. ولی من اومدم پهلو به پهلوش، یعنی فاصله دو تا هلیکوپترمون شاید بگم 4 متر، ملخ ایشون بالاتر، ملخ من زیر ملخ ایشون میچرخید. یعنی تک تکشون رو من میتونستم قیافه‌هاشون رو تشخیص بدم. تا ما رسیدیم به ماشر به دارخوئین که در واقع خدا رحمت کنه آقای گل شیرازی هم شهید شد تو جنگ تو دارخوئین بود، که سریع اومد اسلحه رو دست عراقی‌ها یادم میگرفت، آقای گل شیرازی. مقاومت سرسختانه و انجام عملیات‌های پراکنده رزمندگان و نیروهای مردمی متجاوزان عراقی را درست یک سال در اطراف آبادان بلا تکلیف گذاشته بود و حالا در آستانه دومین سال جنگ تحمیلی یعنی مهر ماه 1360 حضور این میهمان ناخوانده برای هیچ رزمنده‌ای قابل تحمل نبود. و من منتظرم که این حشر آبادان از بین برد و هشیار میدم به پاسداران قوای انتظامی و فرماندهان قوای انتظامی که باید این حصر شکسته بشد، مسامحه نشد درش، حتما باید شکسته بشد. اگر اینا آمدن خسارات بر ما وارد میکنن، نگذارن اینا بیان در آبادان وارد بشن. حصر آبادان باید شکسته شود و چنین دستوری از طرف حضرت امام راحل داده شده و ما در یکی دو روز آینده برنامه بسیار بزرگی داریم که همین عملیات سامن الائمه صورت گرفت. ما هم لباس حواس پوشیده و مرتب و رفتیم تو اتاق بریفینگ و دیدیم که جناب سرگرد آصفار هم اومدند و پشتبانش هم جناب سرهنگ جلالی اومدند. اینها گفتن که عزیزان عملیات که قرار بود در شکست حس آبادان امشب شروع خواهد شد. حالا عملیات قرار بود که در همون تقریبا یک بامداد، یک دقیقه بامداد شروع میشه، به معنی که ساعت 12 دقیقه شروع بشه. حالا ما ساعت چند؟ 11 هستیم. در اتاق جنگ تمام فرماندهان یگانهای عمل کننده از بسیج و سپاه و نیروی ژاندارمری و فرماندهان لشکر و تیپ ها و یگانهایی که کمک کننده بودند در اتاق جنگ حاضر شدیم. هر کس به گونه ای اومد و مسئولیت های خودش رو عنوان کرد. دستور عملیاتی هم مشخص شده بود، به همه ابلاغ شده بود از جمله خود هوانیروز. همون شب هم به ما گفتن که برای این که ما نزدیک بشیم به جبهه جنگ میریم در شادگان مستقر بشیم. عملیات صبح روز 5 مهر 1360 آغاز شد. در این عملیات پایگاه رزمی کرمان با 46 فروند انواع بالگرد مسئولیت پشتیبانی از نیروهای عمل کننده را بر عهده گرفت. با سپیده صبح پنجم مهر ماه تیم‌های آتش هوانیروز وارد عمل شدند و با انجام بیش از 600 ساعت پرواز علاوه بر هلیبرن نیروها و تخلیه مجروحین بیش از 190 تانک و نفربر دشمن را منهدم کردند. در پی پیروزی روز گذشته که منجر به شکست حصر آبادان شد، در جمع برادران جانباز هوانیروز هستیم که همگام با دیگر نیروها روز گذشته نقش مهمی رو در این پیروزی ایفا کردند. من سروان خربان ایرج آسوار فرمانده هوانی روز مستقر در جبهه آبادان افتخار می‌کنیم که در عملیات دیروز شرکت کردیم با کمک خلبانان ارزنده هوانی روز و پرسنل هوانی روز توانستیم دشمن را در خاک مقدس عزیز ایران نابود کنیم
دیروز در عملیات تهاجمی که داشتیم موفق شدیم بیش از 30 تانک دشمن و بیش از 10 خودرو جیپ به 2 دکل دیدبانی و مقادیر زیادی از مهمات دشمن به نابودی تبدیل کنیم. و من به ملت قهرمان ایران این قول را میدم که پرسنل هوا نیروز در هر جای ایران باشن دشمن را نابود میکنن و اجازه نمیدن که اونها فرار کنن. پس از 2 روز نبرد در پایان عملیات 150 کیلومتر مربع از خاک جمهوری اسلامی ایران از ساحل شرق رودخانه کارون آزاد شد و بنا به فرمان حضرت امام آبادان از محاصره خارج گردید. این عملیات سرآغاز عملیات‌های بزرگ و پر افتخار آینده بود.